آقای دکتر، بازم تولدتون رو تبریک میگیم. البته به قول خودتون که جلسه پیش فرمودین انشالله که هر روز ما روزی نو و تولد نو باشه. به هر حال ما آرزوی سلامت و تندرستی برای شما استاد ارجمند و گرامی داریم. من بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم و از شما خواهش میکنم که بعد از 2 ماه تقریبا وقفه در دروس غوری در غزلیات اقبال لاهوری این جلسه رو آغاز کنیم. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان درود می فرستم به یکایک عزیزان حاضران و غایبان که به عشق شنیدن غزلهای مرحوم محمد اقبال لاهوری در اینجا گرد آمده اند و با سپاس فراوان از عزیزانی که زحمت کشیدند و روز تولد این ناقابل رو به من و به دیگران یادآوری کردند. اکنون دیدم که قطعه ای رو پخش کردند که در اون من شمع‌ها رو خاموش میکنم. بله، مراسمی است، آیینی است که در سال روز تولد شمعی می افروزند و خاموش میکنند، ولی من به عزیزان میخواهم عرض کنم که شما از این مراسم مثل لقمان که از بیادبان درس ادب می آموخت، درس درست بیاموزید و شمعی رو خاموش نکنید، بلکه شمعهای خاموش رو برافروزید و به قول اون بزرگ به جای لعنت بر تاریکی شمعی روشن کنید و اونگاه جهان شبستانی پر نور خواهد شد. انشاءالله همه برای همگان هر روز روز تولدی نو باشد که در این روز نو آدمیان از جبر به اختیار عبور کنند، بلوغ آدمی و تولد دوباره آدمی وقتی است که آدمی پوستین جبر رو فرو بگذارد و قبای اختیار بپوشد. هرچه در این راه بیشتر پیش برود، آزادتر، مختارتر و مستقلتر و بالغتر خواهد بود و به خود در می‌یابد که چگونه واجد صفتی شده است که به او صفت رهایی میتوان گفت. این تولد دوباره است. مولانا برای خودش معتقد بود که چنین تجربه ای را داشته است و میگوید که من ز خودم زیادتم زان که دوبار زاده. من از یک شخصیت فراتر رفتم چون دوبار زاده ام. و در مورد پیامبر بزرگوار اسلام میگوید که زاده ثانی است احمد در جهان. احمد پیامبر اسلام زاده ثانی است، یعنی کسی است که تولد دوباره پیدا کرده است، دوبار زاده شده است. و اصل این سخنان از عیسی علیه السلام است در انجیل که گفت من لم یتولد مرتین لن یدخل ملکوت السما. کسی که دوبار متولد نشود وارد ملکوت آسمان، یعنی اونجا که قلمرو به سلطنت الهی است، نخواهد شد. این تولد دوباره معناش همین است، یا دست کم یکی از معانیش همین است که آدمی از اونچه که ارثاً و تقلیداً و جبراً بر او تحمیل شده و اون جامعه هایی رو که فرهنگ، که محیط، که خانواده بر او پوشانده اند، اینها رو یکی یکی بررسی کند، یکی یکی بررسی کند و ببیند که آیا میتواند اونها رو بر تن داشته باشد یا نه، و به تعبیر دیگه همه اینها رو از تن بیرون کند و اونگاه اگر دوباره اونها رو پسندید بر تن کند و اگر نه جامعه های نو بدوزد. و من تعبیری که کردم این بود که جبر رو بیرون کند و اختیار رو جانشین جبر کند، یعنی اونچه که جبرن به او تحمیل شده هر چه که باشد بتواند و به درجه‌ای برسد که اونها رو بتواند دور بیفکند. مولانا در مورد خود چنین اعتقادی داشت و معتقد بود که
گویا به دست شمس تبریز تولد دوباره پیدا کرده است، دوباره زاده شده است، برای اینکه تمام آنچه که تا اون روز، یعنی تا 38 سالگی به او تحمیل شده بود و فراورده و دستاورد محیط او بود، و اما از پدر، خانواده، مکتب، معلم، فرهنگ و غیره و غیره و دین، همه اینها رو توانست دوباره در ترازوی تحقیق بگذارد و ببیند که کدام اونها رو میتواند برگیرد و کدام رو فرو نهد و کنار بگذارد. و به این سبب بود که به تعبیر خود او با عشق زنده شد، یعنی عشق حیات و روح نوی در او دمید. گفت دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و تن ننگ من است. من این جان و تنی رو که به من داده بودند از این پس نمیخوام، میخوام شخصیت تازهی برای خودم بسازم. این تولد نوین است. اینکه آدمی چقدر موفق میشود یا نمیشود حرفی است، اما اینکه توفیق در این زمینه علل عموم توسط یک نیروی بیرونی صورت میگیرد، قولی است که جملگی برانند. به قول مولانا، چاره آن دل عطای مبدلی است، داد حق را قابلیت شرط نیست. یک مبدلی، یک مبدل کننده ای لازم است تا دل رو چاره کند، علاج کند، بهبود ببخشد و این دل کهنه رو بردارد و دل نو به جای اون بنشاند. خب این بر مورد ولادت ثانی است. از مولانا یاد کردیم به خاطر اینکه امروز که روز 17 دسامبر 2021 میلادی است، سال روز وفات مولانا جلال الدین بلخی است، یا چنان که اون رو مینامند لیلت العرس. مولانا آخرین غزل خود رو سرود و از دنیا رفت. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من غریب شب گرده مبتلا کن. ما این موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو رها کن. و تا آخرش که در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اجتهاست بر ره عشق است اون زمرد، از برق اون زمرد این دفعه اجدها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. گفتند که در اون حال تب و نزاری و رنجوری و سوختن که هر دم فرزند او با دوندگی تمام بر سر بالین پدر می آمد و آب بر سر او می ریخت و بدن او رو خنک می کرد، در همون احوال مولانا این ابیات رو سرود که گویا آخرین سروده اوست، که از بهترین و نغزترین غزلهای مولانا جلال الدین بلخی است. در همین بیماری موت بود که مرحوم صدرالدین قونوی که فرزند زاده محی الدین عربی بود و در شهر قونیه میزیست و برای مدتها میان او و مولانا شکرابی بود، آنگاه در پایان عمر اون به نیکی و به رفاقت مبدل شده بود، بر سر بالین مولانا آمد و گفت شفاک الله، خدا تو رو شفا بدهد. و مولانا به او گفت بعد از این شفاک الله شما را باد، این دعاها برای شما از این پس باد. بین من و محبوب یک پیراهن بیشتر باقی نمانده است، و کنون نزدیک آن است که این پیراهن را هم بیرون بیاورم. و در غروب روز یک شنبه ای بود که مولانا از دنیا رفت و تا جسد او رو به مزار برسانند شاید 12 ساعتی طول کشید. تمام خلق خدا در قنیه از مسلمان و یهود و نصارا گرد آمده بودند و عزاداری می کردند. در فصل پاییز بود، یعنی در دسامبر، و چنان که خود مولانا به فرزند خودش سالها پیش گفته بود، گفته بود که اولیاء حق در خزان از دنیا می روند، و دست کم این قول در حق خود او صادق
افتاد. باری به قول اقبال لاهوری، ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. هم اقبال و هم استاد معظم او جلال الدین بلخی هر دو چنین بودند. پس از مرگ متولد شدند، تولد دوباره پیدا کردند در میان خلایق، و چشم خود رو که برهم نهادند، چشم دیگران رو گشادند. آن هم گشادند به افقهای دوردست، به افقهای نادیدنی، و سخنهای ناگفتنی در گوش خلایق گفتند. آفرین و سلام و درود حق بر این شاگرد و بر این استاد باد که هر دوی آنها از ذخایر بزرگ الهی و از نعمتهای عظیم خداوندی هستند که به فارسی زبانان عطا شدند. و ما اگر هر روز سر به سجده شکر بگذاریم، شکر یکی از هزار را هم نمیتوانیم بگوییم. مولانا در سال 672 هجری قمری، یعنی در سال 630 هجری خورشیدی، و در 1273 میلادی از دنیا رفت که 771 سال پیش از این می شود. و این 770 سالی که از مرگ او گذشته است، او هر روز و هر سال شکوفاتر، روشنتر، درخشانتر، زندتر و زندگی بخشتر شده است. و ما خداوند رو شاکریم که در مصاحبت و معانست این روح بزرگ قرار داریم و از او بهره میبریم و از خدا میخواهیم که بهرهمندی ما رو افزونتر کند، علل خصوص در این روزگاری که جهان به آتش خشونت میسوزد. آب لطفی که عرفان و پاکی و زلالی کسانی چون مولانا برای این آتش خشونت می‌ریزند، بیش از هر وقت دیگری مقتنم است. به یکی از بزرگان، یکی از رهبران سیاسی کشورمون نوشتم که شما که می‌گویید اسلام تازیانه هم دارد، فراموش نکنید که مولانا چهره متبسم اسلام بود. شما هم مانند او چهره متبسم باشید، لبخند این آیین رو، این شریعت رو به دیگران نشان بدهید. ارباب تازیانه به دست اونقدر دلبری نمی کند که محبوب لبخند بر لب. کبر یک سونه اگر شاهد درویشانی، حور خوشتب دیو خوشتب به حسوب گره پیشانی. در ادبیات معاصر ما کوشیدند خصوصا بعضی از چپگرایان تا مولانا رو با هگل آلمانی که دو قرن پیش میزیست مقایسه کنند و بین اونها مشابهتی دریابند. یکی از همین چپگرایان که از تئوریسین های اونها هم بود، مقاله نوشت تحت عنوان جلال الدین مولوی هگل شرق. خب این گویی که فخری بود برای، یا تاج افتخاری به سر مولانا نهادن که او رو هگل شرق خواندن. اون هم چرا؟ برای اینکه گویی که جناب مولانا بر تضاد تأکید داشته، تکیه کرده، و در فلسفه دیالکتیکی هگل هم چنین اندیشه‌ای و چنین مفهومی یافت می شود. من حالا بر سر احتجاج و مجادله و مناقشه نیستم که آیا تضادی که مولانا می گفت همان تضادی است که در فلسفه هگل هست یا نه، و البته داوری من این است که نه، این دوتا یکی نیست و اینها با هم خیلی فرق دارند. از آن طرف چندان هم دور نیست، دور از ذهن نیست اگر بگوییم وقتی که مولانا میگوید این جهان یک فکرت است از عقل کل، و جهان رو به مثابه یک ایدهی میداند که از عقل کل صادر شده است. در اینجا میتوان گفت که هگل به او نزدیک شده است، نه اینکه مولانا به هگل نزدیک شده است. هگل وقتی که میگوید که
روان مطلق یا ایده مطلق یا ابسولوت آیدیا در تاریخ روان شده است و هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد و به شکل ملت‌های مختلف در آمده که آخرین جلوه او گویا که آلمان روزگار هگل است. هگل بابت این اندیشه البته هم تحسین دید و هم چوب بسیار خورد و انتقاد بسیار شنید و چنان که می دانید در روزگار ما آقایی به نام فرانسیس فوکویاما کتابی نوشت به نام End of History و The Last Man و پایان تاریخ و آخرین انسان که در این کتاب که مبتنی بود بر فلسفه هگل مبتنی بود بر فلسفه تاریخ هگل با تفسیر آقای الکساندر کوژف فیلسوف و مفسر و شارع هگل فرانسوی می گفت که ما به پایان تاریخ رسیده ایم، یعنی بشریت اونچه که می خواسته و می توانسته بیاندیشد اندیشیده و آخرین محصول و دستاورد فکر او لیبرال دموکراسی است و فراتر از لیبرال دموکراسی چیزی وجود ندارد و این آخرین مرحله تاریخ است و ما به پایان تاریخ رسیده ایم. درست شبیه جناب مارکس که اون هم متعلق به جناح چپ مکتب هگل بود که میگو وقتی ما به جامعه بی طبقه برسیم، یعنی همونی که کمونیسم مینامید، گویی که به پایان تاریخ رسیده ایم، برای اینکه تضادها و جدالهای طبقاتی حذف شده و جهان بهشت برین شده است. این بهشت برین کمونیستی در نظر فوکویاما تبدیل شد به لیبرال دموکراسی غربی. البته بعدها جناب فوکویاما دست از این اندیشه کشید و این رأی رو فرو نهاد. باری کسانی که می‌خواستند تاج افتخاری به سر مولانا جلال الدین بلخی بگذارند، او رو با هگل مقایسه می‌کردند و می‌گفتند اگر خدا به مغرب زمینیان و به آلمانی‌ها هگل رو داد، به ما مولانا رو داد. خب سخن از جناب اقبال لاهوری است. چنان که می دانید اقبال شیفته نیچه بود، شیفته برکسون بود و شیفته هگل بود. این فیلسوفان آلمانی رو خوب خونده بود و از اندیشه اونها اقتباسات بسیار کرده بود و در غزل‌های خودش و در مثنوی‌های خودش هم از این بزرگان نام برده، اندیشه‌های اونها رو به زبان شعر بیان کرده و علل خصوص از نیچه و برکسون بهره بسیار برده است. من شمردم در سراسر دیوان اقبال لاهوری نزدیک 90 بار نام مولانا آمده است. گاهی تحت عنوان رومی، گاهی پیر دانا، پیر یزدانی و امثال اینها، ولی اینا همه اشاره دارد به شخص شخیص مولانا جلال الدین. از قضا یه قطعه ای دارد در کتاب نقش فرنگ تحت عنوان جلال و هگل، یعنی جلال الدین مولانا مولوی و هگل. من مناسب دیدم که امشب قبل از اینکه بحث خودمون را آغاز کنیم این قطعه رو بخوانم که مناسبت دارد هم با تولد، ببخشید، هم با وفات مولانا، سالگرد وفات او، و هم با نسبتی که اقبال لاهوری بین هگل و مولانا برقرار می کند و هم شنیدن خود سخن اقبال که درس ما و بحث ما متعلق به اوست. می گوید که تحت عنوان جلال و هگل: می گشودم شبی به ناخن فکر عقده های حکیم آلمانی، آن که اندیشش برهنه نمود ابدی را ز کسوت آنی. اونهایی که با فلسفه هگل آشنا هستن می دانند منظور او این که ابدیت رو از کسوت حال و زمان حال بیرون آوردن و برهنه کردن منظور چیست. پیش عرض خیال او گیتی خجل آمد ز تنگ دامانی. هگل رو میگه چون به دریای او فرو رفتم کشتی عقل گشت طوفانی. خواب بر من دمید افسونی چشم بستم ز باقی و فانی.
مشغول تفکرات و غرق در فلسفه هگل بودم که به خواب رفتم. خواب بر من دمید افسونی، چشم بستم ز باقی و فانی، نگه شوق تیزتر گردید، چهره بنمود پیر یزدانی، یعنی مولانا. آفتابی که از تجلی او افق روم و شام نورانی، شعله اش در جهان تیره نهاد، به بیابان چراغ رهبانی، یعنی راهنمایی و راه نشان داد. معنی از حرف او همی روید، صفت لاله های نعمانی. خب در خواب، در رؤیا مولانا رو دیدم. چه شد و چه گفت؟ گفت با من چه خفته ای؟ برخیز به سرابی سفینه میرانی، به خرد راه عشق میپویی، به چراغ آفتاب میجویی. فوق‌العاده است این ابیات. خلاصه سخن این استش که جناب مولانا من را تحذیر کرد از هگل. گفت به سرابی سفینه میرانی، کشتی خودت رو به جایی که در دریا در آب بیندازی روی سراب افکنده ای. یعنی با هگل به جایی نمیرسی، با عقل هگلی، با خرد او و با خرد فلسفی به جایی نمیرسی. به خرد راه عشق میپویی، به چراغ آفتاب میجویی. و این چنین است که جناب اقبال لاهوری تفوق و برتری مکتب عاشقانه مولوی رو بر مکتب عاقلانه هگلی بیان میکنه. خب از مقدمه عبور کنیم که مقدمه کوتاهی هم نبود و غزلی رو بخوانیم که موضوع بحث امشب ماست. یکی از غزلهای بسیار ناب جناب اقبال لاهوری رحمت الله تعالی علیه. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دگری در خور تقاضا نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. اگرچه عقل فسون پیش لشکری انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. تو ره شناس نه ای و از مقام بی خبری، چه نغمه ایست که در بربط سلیما نیست. نظر به خیش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. بیا که قلقله در شهر دلبران فکنی، جنون زنده دلان هر زگرد صحرا نیست. ز قید و سید نهنگان حکایتی آور، مگو که زورق ما رو شناس دریا نیست. مرید همت اون ره روم که پا نگذاشت به جاده ای که در او کوه و دشت و دریا نیست. شریک حلقه رندان باد پیما باش، حذر ز بیعت پیری که مرد قوغا نیست. برهنه حرف نگفتن کمال گویایی است، حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما نیست. بسیار بسیار خوب، غزل فوق العاده زنده و محکم و با صلابتی است و حکایت از صلابتی می کند که در روح این بزرگوار بود، یعنی جناب اقبال لاهوری. بارها برای عزیزان در این جلسات گفتم که مسئله خودی، تکیه بر خیشتن، بر اختیار خیشتن، بر استقلال خیشتن، بر نیروی خیشتن برای تغییر جهان جزو مفاهیم کلیدی مکتب اقبال لاهوری است و این اون چیزی است که او رو در مقابل مکتب تصوف منحط پیشینیان قرار می دهد که به معنای که گاه به معنای انحطاط خیزی تکیه بر فنا و زوال آدمی و ضعف او و ذلت او می کردند و گویی که مرگ رو بر حیات ترجیح می نهادند و این مرحله زندگی رو یک مرحله موقتی که باری به هر جهت اون رو باید به سر آورد و به جهان دیگری رفت که موطن اصلی ما اونجاست.
جناب اقبال اصلا و ابدا چنین نمی اندیشید و می گفت اکنون که در این دنیاییم باید دنیا رو بسازیم، یعنی همان حرفی رو که به زبان دیگری مارکس گفته بود و جناب اقبال هم می گفت جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. جام جهان نما همون کاریست که حکیمان و فیلسوفان می کردن، یعنی آینهی به دست بیاورن که حقایق در آنها منعکس شده باشد و آنها به کشف حقایق نائل آیند. اما مارکس می گفت که فیلسوفان جهان رو تفسیر کردن، اکنون نوبت تغییر آن است. اینه حرف رو شما در اقبال می بینید که جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. ما احتیاج به قدرت داریم، به نیرو داریم برای تغییر دادن جهان، نه فقط تفسیر کردن جهان. خب این حرف بسیار مهمی است. به یک معنا می توان گفت این روح مدرنیته، اگر روحی داشته باشه، در اینجاست. یعنی اینکه آدمی و سابجکتیویتی و فاعلیت آدمی وارد میدان تاریخ می شود برای اینکه جهان رو، اجتماع رو و تاریخ رو عوض بکنند و تاریخ نوی بسازند. خب جناب اقبال پیرو و این اندیشه است و حقیقتاً در تمام ابیاتش مسئله اسرار خودی، رموز بی خودی، همه اینجور چیزا از هر طرف آشکار است. به همین دلیل هم هست که اقبال خودش رو شاعر به معنای بزمی کلمه نمیداند. شاعری میداند که شعر او حرکت ایجاد میکند، نه شعری که رخوت ایجاد میکند. در اون بیت خودش میگوید نبیند خیر آن مرد تهیده است که بر من تهمت شعر و غزل بست. خیر نبین اون کسی که گفت من شاعری هستم که غزل سرایی میکنم، مثل بلبلی که توی بوستان نغمه سرایی میکنم، چه چه میزنم برای اینکه کسانی خوشنود بشوند و افراد رو به رخوت و به خواب و به لمیدگی و اینا ببرم. اصلا و ابدا من از اون شاعران بزمی نیستم، اگر هم باشم رزمیم، حماسیم و دنبال ظفرم، دنبال جهانگشاییم، دنبال نیرو بخشیم. این حقیقتا از اندیشه های اصلی و اصیل جناب اقبال لاهوری است. نبیند خیران مرد تهیده است که بر من تهمت شعر و غزل بست، من اون نیستم. خب حالا از یه طرف دیگه ما سعدی رو داریم که چه میگه؟ میگوید که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خطاب به محبوب خودش، باید معلمت همه شوقی و دلبری آموخت، عتاب و ناز و جفا و ستمگری آموخت. مرا به شاعری آموخت روزگار، آنگه که چشم مست تو را شیوه ساحری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. من آدم دینی بودم، همه پدران من، قبیله من، همه عالمان دین بودن، اهل شعر و اهل بزم و اهل موسیقی و اهل رقص و اهل این چیزا نبودن. وقتی من عاشق تو شدم تازه شاعر شدم. خب این سخن جناب سعدی است که شاعری برای او از چنین چشمه‌ای می‌جوشد. مولانا در سخنان خودش داره، در مناقب العارفین هم آمده، می گفت چیزی نزد من، و در فیه مافی هم هست، چیزی نزد من ننگین تر از شاعری نبود. اکنون به خاطر شما شعر میگویم. این تعبیر رو هم در سخنان خودش داره. اینا یه جور شاعری رو از خودشون نفی میکردن، شاعری که معادل باشد با ساقیگری، معادل باشد با بزم آرائی، معادل باشد با مست کردن و خمار کردن دیگران، حالی به دیگران دادن برای خستگی در کردن، برای از این دنیا غافل شدن. نه نه نه، اصلا به این معنا نه مولانا شاعر بود و نه جناب اقبال لاهوری. مولانا یا سرایی از زبان سنایی میگفت بیت من بیت نیست، اقلیم است. هزل من هزل نیست، تعلیم است. بیت یعنی خانه دیگه، و به معنای بیت شعر. میگه هر بیت شعر من خانه که نیست، به اندازه یه قاره است، اقلیم است.
و هزل من هزل نیست، تعلیم است. حتی جایی هم که هزل میکنم، مزاح میکنم، مزاح و شوخی و جوک گفتن و لطیفه گفتن برای خندیدن و خنداندن نیست، تعلیم است، درس در او نهفته است. این بود معنای شاعری نزد جناب مولانا و همچنین جناب اقبال لاهوری، که میگوید که شاعری خب بهره پیغمبری است، یعنی چیزی است از جنس پیامبری، پیام آوردن و پیام عقل رو و عشق رو و پیام حرکت رو به گوش ها رساندن. الان شما در این غزل دقیقا همین معنا رو میبینید. اتفاقا نوبت گذشته که ما غزلی رو از اقبال خواندیم و شرح کردیم که دم مرا صفت باد فرودین کردن، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردن، بلند بال چنانم که بر فراز سپهر هزار بار مرا موریان کمین کردند، در اونجا می گفت که چراغ خیش برافروختم، که دست کلیم در این زمانه نهان اندر آستین کردند. می گفت من در این زمانه، یعنی در این دوران مدرن، دیگه منتظر چراغ کلیم نیستم، یعنی اون دست که کلیم از آسمان بیرون، از آستین بیرون می آورد، اونطوری که در قرآن آمده و در تورات آمده و می درخشید مثل چراغ. امروزه دست کلیم رو در آستین نهان کرده اند. کلیمی نیست، پیامبری نیست، وحیی نمی رسد، گویی درهای آسمان بسته است. چراغ خیش برافروختم، که دست کلیم بر این زمان نهان اندر آستین کرده. من چراغ خودم رو روشن کردم، یعنی بشریت باید چراغ خود رو روشن کنند، با الهام از پیشینیان، به انتظار این ننشیند که همه چیز رو وحی به او بگوید، همه چیز رو دین به او بگوید، باید بجنبد. اونها الهام های حرکت بخش دادن، اکنون نوبت جنبیدن عقل آدمیان است. این همون مفهوم خاتمیتی است که در اقبال ما میخوانیم در کتاب احیاء فکر دینی و در ابیات بسیاری از غزلهای او و مثنویات او. این غزل هم با بیتی آغاز می شود که دقیقا همین معنا رو داره. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. از خاک خیش به طلب آتشی را که پیدا نیست. این کدام آتشه؟ آتشی است که بر موسی هویدا شد، وقتی که در بیابان بود و از سرما به دنبال آتش میگشت و به همسرش و فرزندش گفت بنشینید برم آتشی پیدا کنم، و از دور دید که در جایی آتشی روشن است. نمیدانست، به چشمش آمد که یه بوته‌ای هست که میسوزد و نزدیک شد و البته آتش نبود، به قول مولانا نار نبود، نور بود. چون عنایت‌ها بر او موفور بود، نار میپنداشت وان خود نور بود. آمد و از درون درخت صدای برخاست و به موسی گفت که تو در حضور خداوند ایستاده ای، فخل ان علیک انک بالوادی المقدس طوا، کفش ها رو درآور، برهنه شو، تو در یک وادی مقدسی هستی. و از اینجا بود که پیامبری موسی آغاز شد. اما جناب اقبال به ما چه میگه؟ میگه خاک ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست. اون آتش دیگه پیدا نیست، دیگه ممکن نیست، خاموش شد. اون آتش پیامبر ساز و پیامبر آفرین، اون آتشی که از درون او خداوند با موسی سخن گفت، اون آتش اکنون خاموش شده است. چراغ خیش برافروختن، که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کرده. از خاک خیش بطلب، این آتش بعد اکنون از خاک تو برخیزد، از خاک وجود تو باید چراغی روشن شود. تجلی دیگری در خور تقاضا نیست، دیگه نمیتوان تقاضا کرد، تمنا کرد، آرزو کرد که دوباره خداوند به اون صورت که بر پیامبران تجلی کرده بر ما هم تجلی کند.
ما در دوران خاتمیت به سر میبریم، دورانی که پیامبری بر پیامبری مهر خاتمت خورده است. تجلی دیگری در خور تقاضا نیست، یعنی تقاضا و تمنا و آرزو نمیتوان کرد و امید نمیتوان داشت که پیامبر دیگری ظهور کند. ما باید خودمون پیامبر خود باشیم. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. نزدیک است تقریبا با اون بیتی که حافظ میگوید که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندرون آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آنگاه که این گنبد مینا میکرد. گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. حافظ اون که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، شعر قبلش میگوید که اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. شاید در یکی از این دروس برای شما گفتم که بیشتر شارحان و مفسران حافظ گفتن که منظور حلاج است که اسرار هویدا میکرد و گفت انا الحق، من خدا هستم، و لذا بر سر دار رفت. ولی بیت بعدی در غزل حافظی نشان میده که گویا منظور او همون حضرت عیسیست. اون یار که از او گشت سر دار بلند، اون که مصلوب شد و به دار آویخته شد و سر دار از او بلند شد، یعنی سر دار افتخار پیدا کرد که او به دار آویخته شد، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. خب عیسی هم بنا به روایت مسیحیان گفت من خدا. اولین کسی گفت من خدام که حلاج نبود، عیسی بود که میگفت من خدام، من پسر خدام به روایت مسیحیان. پس جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. و بعد حافظ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. پس ما میتونیم به انتظار روح القدس بنشینیم. اگر روح القدس بر ما نازل شود و روحی در ما بدمد، ما هم مسیحای دیگری خواهیم شد و خواهیم کرد اون کاری رو که مسیحا میکرد. گفتم نزدیک این بیت حافظه، ولی حرف اقبال اون نیست. نمیگه بنشین تا روح القدس بر تو فرود آید. میگه ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست. از خودت بخواه. چراغ خودت رو خودت روشن کن. ننشین دیگری بیاد کبریت بزنه و چراغ رو روشن بکنه. این فاصله است بین اون کسی که جهان رو تفسیر میکنه و تماشاگر است و کسی که جهان رو تغییر میده و بازیگر است. تفاوت ها در اینجاست. فوق العاده است این نکته ای که در اقبال دیده میشه، کاملا یک اندیشه دوران مدرن است. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی چون تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. اگرچه عقل فسون پیش لشکری انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. عجب ابیاتیست. نظیری، نظیری نیشابوری، یکی از شاعران فارسی زبانه که اقبال چند بار از او یاد کرده و ابیاتی رو وام گرفته و امروز این شاعر چندان معروف نیست، چندان کسی از او یادی نمی کند. این مصرعی که اقبال اینجا آورده که میگه به ملک جم ندهم، به ملک جم ندهم، این مصرع رو نمیدم که سلطنت جهان رو به من بدهن، سلطنت پادشاه ایران رو، ملک جم رو، این با قیمتر از اونه. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را. مصرع نظیری چیه؟ اینه که این کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست.
خب کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست، کسی که شهید نشد از قبیله ما نیست، یعنی کسی که از خود نگذشت، از جان خود نگذشت، از قبیله ما نیست. قبیله ما همه قبیله کشتگانند، همه کشته عشقند، همه کسانی هستند که عقل خودشون رو فدای عشق کردند. و در بیت بعدی، اگرچه عقل فسون پیش لشکری انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. آره، روزگار ما روزگاری است از نظر اقبال که عقل لشکریان خود رو به میدان آورده است. این توصیفی است که اقبال از تمدن غرب میکنه. انشالله یک نوبت مفصلا ابیاتی رو از اقبال خواهیم خواند درباره غرب و نگاهی که او به تمدن فرنگ یا افرنگ به قول خودش داشته است. علل اصول تفکیکی که می کند بر این مبناست، می گوید که در مغرب زمین عقل پیشتاز شده است ولی عشق تنها مانده است و عقب مانده است. دل فرو نهاده شده است و در تاریکی و ظلمت و غربت و ذلت رفته است، در عوض عقل همه کاره شده است و جهان رو در قبضه تسخیر خود گرفته است. این سخن جناب اقبال است. بارها در اون ابیات زیبایی که دارد گفتم، بعدها خواهیم خوان، میگه هنرش، این هنر عقل، هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم، ره زنی بود کمین کرد و ره آدم زد. هنر عقل این بود که خاک فرنگ رو تهذیب کرد، یعنی ساخت این جهان فرنگ رو و جاروب کرد، تمیز کرد، اضافت کرد این جهان رو. ولی از نظر اقبال این خاک که برخاست در چشم پسر مریم رفت، یعنی دین غبار گرفته شد، کلیسا غبار گرفته شد و دین به صورت مظلوم و متروکی به گوشه افتاد. عشق و دین که هم سخن به هم صحبت و هم نشینند و جایگاهشون دل است، اینها مظلوم افتادند، تنها شدند، غریب ماندند در این جهان. اینجا جناب اقبال همون نکته رو داره میگه. اگرچه عقل فسون پیش لشکری انگیخت، مغرب زمین رو میگه، ولی تو دل گرفته نباشی ای کسی که دل در گرو عشق داری، در گرو معنویت داری. عشق تنها نیست، عشق از میان نرفته است، دوباره به صحنه خواهد آمد، دوباره این عشق کاری خواهد کرد، کارستان. این عشق همون چیزی است که در انبیا بود، در اولیا بود، در عارفان بود، همون چیزی است که جهان رو می سازد. همیشه این جهان کارهای بزرگ در او با عشقهای بزرگ صورت گرفته است. وقتی که کسانی تن به ریسک می دادن، حتی در عالم علم، اینا می تونستن که قدمهای بلند بردارن. بنابراین فکر نکن که عقلی که روزمرگی آورده و آدمیان رو سرگرم کرده، عقل سودجو، عقل تاجر صفت که همه رو به این افکنده است که امروز چه درآمدی، فردا چه درآمدی، امروز چه بخوریم، فردا چه بخوریم، امروز چه بخریم، فردا چه بخریم و همینطور روز رو شب کنن، شب رو روز کنن. این عقل فسون پیشه یعنی جادوگر، این که عقول رو جادو کرده، مسحور خودش کرده، با همه این احوال هنوز عشق زنده است و در وقت خودش میتواند ناگهان برخیزد. این عشق که جناب اقبال از او دم میزند، که با کشته شدن هم مرادف است، که قبلا گفت کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست، منظورش البته جهاد است، جهاد عاشقانه، برای اینکه اقبال برای جهان اسلام جهاد رو در دوران مدرن کاملا لازم میدانست و معتقد بود که روح جهادی در مسلمین در مقابل فسون و هجوم مغرب زمین باید زنده شود. چه
سبزه این چمن آغشته رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. راجع به این جنگی که بین مغرب و مشرق هست و این تهاجمی که مغرب زمینیان کرده اند، او معتقد بود که مسلمانان هم باید مسلح باشند، مجهز باشند. فراموش نکنید که این ابیات رو اقبال لاهوری در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم سروده است. اقبال لاهوری در 1938 از دنیا رفت، یعنی هنوز چند سال به آغاز جنگ جهانی دوم مانده بود، اما سالها از جنگ جهانی اول گذشته بود. جنگ جهانی اول وقتی که به پایان رسید، یعنی در 1919-1920، چه اتفاقی افتاد؟ اولا که یک امپراتوری سوسیالیستی به نام شوروی سربر کشید در 1917. دومی که یک امپراتوری بزرگ عثمانی بر زمین خورد و تجزیه شد و قطعه قطعه شد و قدرت‌های بزرگ اونها قطعات رو بین خودشون تقسیم کردن. عراق مال انگلستان شد، لبنان مال فرانسه شد، اردن مال انگلستان شد و هنوز البته اسرائیل هم پا به عرصه وجود نگذاشته بود که بعدها اون رو هم خلق کردن و آمدن. جناب اقبال این صحنه ها رو تماشا میکرد که چگونه مشرق زمین تحت استعمار غرب قرار گرفته و چگونه جهان اسلام اولا پاره پاره شد و خلافت عثمانی و امپراتوری عثمانی بر افتاد و چگونه مسلمانان دستخوش بازی های استعمارگرانه مغرب زمینیان قرار گرفتن. تقریبا 100 سال پیش این شعرهای انقلابی به معنای واقعی کلمه سروده شده و از قلم جناب اقبال صادر شده و بر کاغذ نشسته است. لذا تعجب نکنید که چنین روح جهادی عاشقانه ای در شعرهای اقبال موج میزند، به طوری که میگوید که کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. و بعد هم میگوید که ارزشی دارد این نیم بیت، این مصرع، که اون رو به تمام ملک جم نمیدهم. یعنی روحی، یعنی جوهری در این کلام نهفته است که قیمت ندارد. خب تو رهشناس نه ای و از مقام بی خبری، چه نغمه ایست که در بربط سلیما نیست. نظر به خویش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. از اون سخنان بسیار بیباکانه اقبال است. میگوید که تو از مقامات، مقام در اینجا مقام موسیقی است. سلیما یکی از عاشقان، یکی از عشاق تاریخی سلیما و شخص خاصی نیست، مثل نگار مثلا، مثل یار، اینجور تعبیرات است. میگوید که تو از مقام بی خبری. مقام به دو معنا، یکی مقام های موسیقی است که دستگاه های موسیقی که مقام میگن، مقام ها، موسیقی مقامی، موسیقی دستگاهی. یکی مقام به معنای جایگاه است. میگه تو ره هم باز به همین معناست. ره یا راه هم معنای موسیقایی داره. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد. راهی بزن، راه زدن یعنی یک آهنگی بزن، بر یه دستگاهی بزن. تو ره شناس نه ای و از مقام بی خبری. همه تعبیرات موسیقایی است. چه نغمه ایست که در بربط سلیما نیست. در بربط سلیما یعنی بربط عاشقان. بربط همون چنگ است، همون آلت موسیقی است. نغمه ای نیست که در آن نیست. یعنی چی؟ یعنی دنبال دیگران نرو و گدایی در بیگانگان نکن. یار ما در بربط او همه نغمه ها پیدا می شود. یعنی چی؟ یعنی کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. دنبال جامه عاریت کردن از دیگران نرو و خود رو محتاج و وامدار دیگران مکن. این نوازنده‌ای که بربط سلیما برای تو می نوازد
همه نغمه ها رو دارد. حاجتی نیست که گوش به نغمه های دیگران بدهی. و بعد بیت بعدیش که مکمل و مؤید این است میگه نظر به خیش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. خیلی 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 حکایت از استقلال میکنه، اصلا به نحو افراطی این خودی و تکیه بر خیشتن و بر نیروی خیشتن و عزم تغییر جهان دادن اینقدر در اندیشه اقبال قویست، به طوری که میگم گاهی شکل افراطی به خودش میگیره. در یکی از غزلهای خودش میگه که ای خوشون جوی تنک مایه که از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. میبینی؟ میگه من غلام همت اون جویم که دنبال انحلال و فنا در دریا نیست. برای اینکه نره و منحل در دریا نشه رفت و در خاک فرو رفت. این جوی تنکمایه با همون آب اندکی که داره تحت مخاطب آفرین اقبال قرار میگیره که ای خوشون جوی تنکمایه، جوی کم آب و تنکمایه که از ذوق خودی. ذوق خودی یعنی چی؟ یعنی استقلال و خیشتن شناسی. در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. گفت در همین خاک می نشینم، به دریا نمیرم، چون در دریا برم خودی من منحل میشه، من به فنا میرسم. این فنا که گاهی در تصوف پیشینیان مورد تجلیل و تحسین قرار میگرفت اصلا و ابدا مورد تحسین و تجلیل اقبال نیست. خیلی به خودی، به استقلال، خیشتن بودن، ایگو فوق العاده اهمیت میداد. نه به معنای منحط خودبینی و خودخواهی، البته که اینها نیست. ارزش خود رو دانستن، ارزش خود رو دانستن و خود رو نفروختن و در چیزهای بیهوده غرق نشدن، خود رو نگه داشتن، برتر نشاندن، همون شرایطی که مولانا داره، می چه باشد یا جماع و یا سماع تا تو زانیابی نشاط و انتفاع، تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، پس چرا تو منت باده کشی. این هم صحبت مولاناست دیگه. میگه این حرفا چیه؟ تو بالاتر از باده ای، بالاتر از پولی، بالاتر از جهانی. لب اسلمت جر انتر دنیا لنفسه که سمنا. بد معامله ایست که خودت رو به دنیا بفروشی و فکر کنی دنیا قیمت توست. نه، تو قیمتت بالاتر از اونه. خودت رو به بهای ارزان نفروش. خب این همون حرف است که به خود نظر به خیش چنان بستم. میبینید چی میگه؟ میگه من چنان به خودم نگاه میکنم که حتی دوست معشوق من وقتی ظاهر بشه به اونم نگاه نمیکنه. معشوق من جهان رو گرفته ولی من فرصت تماشا ندارم، من مجال نگاه کردن به اون رو ندارم، در خودم هستم. به یاد میارم اون قصه ای رو که عطار نشابوری در کتاب تذکرت الاولیاء من میگه، سعید بلخیر وقتی که در خلوت و در چله نشسته بود و در مراقبه بود کسی بر در زد. بوسعید گفت اگر همه بوبکر صدیقی نمیخوام وارد بشی، یعنی اگر بزرگترین مقدسین هم هستی، من اکنون در احوالی و عالمی هستم که حتی تو را هم به منزله میهمان نمیخوام بپذیرم. اکنون من خود میهمان خود و میزبان خود هستم. نظر به خیش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. بیا که قلقله در شهر دلبران فکنی، جنون زنده دلان هرزگرد صحرا نیست. ما باید دلبری کنیم. به قول مولانا میگفت که صفت ما صفت معشوقی است. دیگران عاشق بودند و دردکش بودند ولی ما دلبرانیم. قلقله در شهر دلبران فکنیم. دلبران تازه باید بیان دلربوده ما بشن، ما دلبر دلبران باید بشیم. چنین شأنی برای ما هست. جنون زنده دلان هرزه گرد ده صحرا نیست. جنون ما جنونی نیست که فقط خاکها رو در صحرا به آشوب بیفکند و به بالا ببرد. این جنون ما دلبران رو هم مجنون خواهد کرد. ز قید و سید نهنگان حکایتی آور، مگو که زورق ما روشناس دریا نیست. تو به سید نهنگان برو،
نگو زورق من کوچیک توی دریا نمیتونه روان بشه، مگو که زورق ما روشناس دریا نیست، یعنی دریا رو نمیشناسد و دریا زورق ما رو نمیشناسد. نه، این کار رو نکن، تو کشتی بزرگی هستی، برو به دل دریا و اونجا نهنگان رو صید کن. کنار آب ننشین، دو تا ماهی کوچیک بگیری، ز قید و صید نهنگان حکایتی آور. مگو که زورق ما رو شناس دریا نیست. حرکت رو میبینید دیگه در این غزل، موج میزنه. مرید همت اون ره روم که پا نگذاشت به جاده ای که در او کوه و دشت و دریا نیست. من مرید همت اون راه روی هستم، اون سالکی هستم که راه های پرخطر رو انتخاب میکنه، نمیره از یک کور راه های کوچکی که در اونجا دریا نیست، کوه نیست. نه نه، من مرید کسی هستم که به استقبال خطر راه های سخت رو انتخاب میکنه، دریا و کوه رو میبینه و باز پا در او میگذارد. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. حافظ میگوید، حافظی که البته خودش پا از دروازه شیراز بیرون نگذاشت، ولی جناب اقبال به صراحت و در بیت بعد میگه شریک حلقه رندان باد پیما باش، حذر ز بیعت پیری که مرد قوقا نیست. میبینید دیگه، نرو دنبال یه پیری، یه شیخی، یک راهبری که اهل قوقا نیست، مینشینه تنها و ساکت و آروم و شما رو هم به سکوت و به خلوت نشینی دعوت میکنه. دنبال اینا نرو، دنبال پیری برو که اهل قوقاست، اهل حرکت است، اهل آشوب است، اهل انقلاب است، اهل جهاد است، اهل عشق است. عجب، شریک حلقه رندان باد پیما باش، حذر ز بیعت پیری که مرد قوقا نیست. خب، برهنه حرف نگفتن کمال گویایی است. با همین احوال میگم این حرفمو خیلی هم برهنه و پوسکنده نگفتن. حدیث خلوتیان جز به رمز و ایمان است دیگه، رمز و ایمان نداره دیگه، دیگه تو همه رو گفتی دیگه، کنایه و اشاره. با همه احوال میگه ناگفته های من رو هم از میان این غزل بخوانید. بسیار خوب، من شما رو تنها میگذارم با این غزل فوق العاده پر جنبش و پر تحرکیه جناب اقبال و البته فصیح، زیبا، محکم، ادیبانه، شاعرانه، حماسی، که اون رو بارها بخوانید و بلکه بعضی از ابیاتش هم در خاطرتان بماند، مخصوصا اون دو بیت که به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. اگر چه عقل فسون پیش لشکری انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. این هم پیام نهایی اقبال لاهوری، شاگرد جلال الدین بلخی رحمت الله علیهما، به جوانهای روزگار ما که تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم آقای دکتر. بله بفرمایید خانم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. این در مورد جهادی رو که در واقع اینجا اقبال داره میگه، منظورش چه جور جهادیه؟ احتمالاً منظورشون جهادهایی که اوایل اسلام بوده برای کشورگشایی یا جاه دیگه که نبوده. من خیلی متوجه نشدم، اینکه آدم خود به خودش نگاه بکنه، بخواد که مثلا رو پای خودش وایسه یا چیزا رو یاد بگیره که بتونه در مقابل غرب مثلا باشه، یه چیز. اینی که بخواد جهاد و به صورت حرکت جهادی رو بخواد تشویق بکنه یه چیز دیگه است. منظورش چی بود دقیقا؟ ببینید، همینه دیگه، من همین ابیات رو سروده دیگه، جاهای دیگه دیوان اقبال رو هم شما اگر بکاوید میبینید که میگه ما مرد جنگیم، ما مرد جهادیم، یعنی مسلمان ها باید این چنین باشن، در دنیای قرار گرفتند که
اولا میدونید اقبال خب اصلا پیام‌آور اتحاد مسلمین بود، اصلا با کشور کشور شدن و تکه تکه شدن موافق نبود. خب این چیزی بود که البته برخلاف جریان تاریخ بود، بالاخره عملا و به جبر تاریخ و به قهر تاریخ این دولت ملت‌ها پدید آمد، و وقتی هم که پدید آمدن به جای اینکه متحد بشن بین خودشون اختلاف و نزاع افتاد که تا امروز هم افتاده است. خود مسلمان ها کشورهای مختلف رو ببینید چگونه سیاست های خارجیشون علیه یکدیگر است. خب اقبال اینا رو نمیپسندید و الهام از سید جمال اسدآبادی گرفته بود. سید جمالی که خب میخواست اتحاد مسلمین برقرار بکند، از پیش این پادشاه پیش اون خلیفه، از پیش اون خلیفه پیش اون پادشاه میرفت و به ایران هم آمد، با ناصرالدین شاه هم سخن گفت، از ترکیه بود، یعنی قبلا که حالا اصلا تحت عنوان خلافت عثمانی اونجا بود، مصر بود، عراق بود، اینجا بود، اونجا بود، میرفت و میآمد و میخواست که این بزرگان رو، این سران رو با هم یکی بکنه و اینا رو در مقابل غرب صورت یک صف متحدی درآورد که موفق نشد و موفق شدنی هم نبود، به خاطر اینکه ملل مسلم در اون زمان بسیار بسیار ضعیف بودند، هم حالا نظامی که هیچی، به لحاظ علمی، فنی، تکنیکی، فرهنگی، اینا واقعا خیلی خیلی در فقر و انحطاط به سر می بردن. خب دلش می خواست که اینا برخیزن، سری میان سرها باشن و در جهان عزتی داشته باشن. جهاد به این معنا بود که همه جوره برخیزید، همه جوره، و خب دشمن آمده تا اقردارتون، یعنی تا در میان خودتون، تا درون خانه هاتون بیرونشون کنید، بیرون بریزید. خب تو هندوستان خب اینطوری بود، در افغانستان اینطوری بود، حالا ظاهرا در ایران اونجور استعمار مستقیم نکردن، در اندونزی اینطوری بود، در خیلی کشورهای دیگه اینا خب حضور داشتن. یک معنای جهاد این بود دیگه. خب گاندی به جهاد برخاست، البته جهاد او یه جور جهاد نرم بود، یعنی با سکوت و با صلح توانست که بر انگلستان پیروز بشه و اونها رو بیرون برانه. خود اقبال هم که در واقع پیشنهاد تشکیل حکومت و دولت پاکستان رو داد، همچه چیزی بود، میخواست که مسلمان ها متحد بشن و اینطور در جنگ و جدال با هندوها و هندیها به سر نبرن. البته متاسفانه طرح او شاید طرح موفقی نبود، فقط هم طرح او نبود، ولی ببینید شما 100 سال پیش جهان اسلام رو در نظر بیاورید که دولت های قلدر تو دنیا عربده میکشیدن. به انگلستان امروز نگاه نکنید که واقعا مثل یه روباهیست یا یه گرگیست که دندوناشو کشیدن و دیگه قدرت حتی حفاظت از خودش رو هم نداره. انگلستان 100 سال پیش این نبود و داخل هند بود و پاکستانی وجود نداشت و بنگلادش بود، بنگلادشی هم که وجود نداشت، اینا همه با هم بودن، یکی بودن و تو تمام جای دنیا دستش بود. در ایران این تصرفات رو میکرد، این دخالت ها رو میکرد، حکومت رضا شاه رو آورد و بعد رضا شاه برد و بعد پسرش به تخت نشست و بعد پسرش رو برد و دوباره آورد. ببینید این کارا رو میکردن تو کشورهای، توی مصر همینطور از این دخالت ها میکردن. و ببینید کسی مثل اقبال اینا رو میدید، دلش میسوخت، دلش ابرها در دلش میگریدن که چرا این چنینیم ما. بنابراین به هر نوع جهاد اینا دعوت میکردن، هر جور شده دشمن از خونه بریزید بیرون، هر جوری شده. خب اینا راه های مختلف داشت، یکی اینکه واقعا دشمن از خونه بریزن بیرون، یعنی فیزیکلی، یکی هم این که خب بله بیان و عزتی پیدا بکنن، علم پیدا بکنن، فرهنگشون رو غنی بکنن، بسط بدهن، اسلام خودشون رو بهتر بشناسن، تا از نظر مسلمانی شرمنده در عالم و در پیش دیگران نباشن، این تصوف منحط رو دور بریزن، همین چیزی که اقبال خیلی خیلی درباره او حرف زده و سخن گفته و کوشیده که یک عرفان حرکت آفرینی معرفی بکنه، به قول خودش فقر اوریانی آور رو کنار بگذاره و فقر سلطانی آور رو به جای او بنشاند، فکری بکنه برای اینکه حالا که خلافت فرو ریخت و اون چیزی که ظاهرا
اتحادی برای مسلمان ها بود و گویی که مسلمان ها همه خلیفه واحدی داشتن، حالا که دیگه وجود نداره به جای او چه بنشانیم، چه فکری بکنیم و به قول خودش دموکراسی روحانی بنا کنیم، که حرفی که در کتاب احیاء فکر دینی میزنه. خیلی اندیشه ها تو ذهن این مرد میجوشید، ولی وقتی که سخن از این میگه که سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، همه جور جنگی رو میگه به اقتضای زمان و اقتضای مکان. خب بله، البته امروز مسلمان ها باید ببینن کدوم جهاد رو باید در پیش بگیرن، اما در این که همین سخن که باز در مقابل دشمن یا رقیب یا بیگانه مرعوب نشوند، با او یک داد و ستد صحیح عاقلانه و خردمندانه برقرار بکنن، اینا دیگه چیزایی است که ما به اقتضای دوران باید خودمون مصداقش رو تشخیص بدیم. اما اینکه تکیه برخیش کردن و خود رو نباختن و ذلیل نشدن و خود رو بهتر شناختن، سنت خود رو بهتر شناختن، دین خود رو، این دیگه 100% جزء سخنان اصلی جناب اقبال لاهوری است. دوست گرامی، خب ماشاءالله سوالتون خیلی هم طولانی شد، امیدوارم برای دیگران ملال‌آور نباشه. در این جلسات جای این گونه اندیشه ورزی ها نیست، به این معنا که فرصتی ما نداریم. شما الان به چندین نوشته من اشاره کردید، خیلی ها ممکن اونا رو نخونده باشن، اشارات شما رو در نیابن، پاسخ منم براشون مجمل و مبهم به نماید، ممکنه برای شما روشنگر باشه. علاوه که در این اشاراتی که شما کردید، من هیچ وقت از آنتروپی اختیار رو بیرون نکشیدم، اصلا مخالف این حرفم، هیچ وقت از حرکت الکترون به دور پروتون، هیچ وقت از اون بی‌نظمی که در دل گازها هست و تئوری جنبشی گازها و امثال اینها، یا در کوانتیک فیزیک و اینا، که خب یه عده این کارو کردن، ولی من منتقد اونا هستم. اون چه که در اونجاها میگذرد، حالا اگرم رندومنس بنامیم که خب هست، اما رندومنس مفید معنای اختیار نیست و من اصلا اختیار رو به اون معنا نمیدونم و من علیت رو منافی با اختیار نمیدونم و علیت رو مفید جبر نمیدانم. ببینید اینا خیلی مباحث پیچیده است و من الان در این چند جمله چه میتونم بگم. در جاهایی که من در این زمینه ها سخن گفتم، قدری بست دادم به اقتضای مقام، به اقتضای موقعیت بحث. الان اشارات شما اونقدر مجمل است، البته من میدونم شما به چی اشاره میکنید، برای دیگران پاسخهای من هم همونقدر مجمل و مبهم خواهد بود، عملا از وقت اون استفاده نخواهیم کرد. اما من این رو به شما عرض بکنم که اولا شما درست میگید، جبر و اختیار بالاخره مسائلی هستن که به یه معنا لاینحلن، یعنی تا آدمی آدمیست و تا تاریخ جاریست این مسئله آدمیان خواهد بود و هر روز ما در بر سر این سفره که می نشینیم یک لقمه تازه میگیریم یا منظره تازه میبینیم، یعنی نسلن در نسل فیلسوفان و متفکران که آمدن یه مسئله رو پیش خودشون نهادن، یک سخنان تازه گفتند و نظرهای دیگری و متفاوتی ابراز کردند و این در به روی آیندگان هم بسته نیست. لذا اصلا و ابدا نمیتونه از هیچ کسی انتظار داشت که در این زمینه حرف آخر رو بزنه، هیچ کسی هم نزده. اما خب جهد بزرگان را نمیتوان نادیده گرفت، من جمله مولانا. خود مولانا در دفاتر مختلف مثنوی بارها و بارها به این مسئله برمیگرده و معلوم میشه که از دغدغه بزرگ خاطر خطیر این مرد عظیم الشأن، از طرق و از ابعاد مختلف و با رویکردهای مختلفی نزدیک این مسئله میشه، داستان میگه، حکمت میگه، گاهی به تفصیل گاهی به اجمال. البته یک جمع آخرش میگه این مسئله حل نشده نیست و عشق باید پا به میان بگذاره، اون که برد بحث را عشق است و بس. اما این هم من گفتم البته که نوروساینتیست ها و بیولوژیست ها و ساینتیست های جدید اینا معتقدن، اونا معتقدن نه من، که از دل علمشون جبر بیرون میاد، یعنی معتقدن که آدمی دست بسته است
در مقابل این بدنی که داره و این تحولات شیمیایی که در مغز و در اعصاب و رخ میده و این حرکت هایی که هورمون های او میکنند و غیره و این افکار رو در آدمی برمی انگیزن و لذا هیچ اختیاری برای او باقی نمیگذارند. من در اونجاها صحبت کردم، گفتم اونچه که این ساینتیست ها اختیار مینامند اراده آزاد است و اونا راست میگن، به حق میگن که اراده آزاد وجود نداره، ولی مطلب اینه که اینا اصلا صورت مسئله رو اشتباه طرح میکنن. صورت مسئله این نیست که ما اراده آزاد داریم یا نداریم، نخیر نداریم و اونا هم درست میگن، اما اینکه اراده آزاد مساوی با اختیار، خطا در اینجاست. اختیار مساوی با اراده آزاد نیست، آزادم این آزاد از علیت. ما اگر قائل به علیت باشیم در این جهان چیزی آزاد از علیت نداریم، اراده آزادم نیست. اما این اراده آزاد و مساوی اختیار گرفتن و بعد گفتن چون اراده آزاد نیست و اختیارم نیست، خطا در اینجاست. و این سخن گفت این رشته سر دراز دارد و بعضی چیزها شما از من نقل کردید از قبض و بس و سه اگزیستانسیالیسم کیرکگور و اینا، فکر میکنم در اینجاها دارید اشتباه میکنید. اون سخنان رو من نگفتم، ولی درسته از اگزیستانسیالیسم البته هم اگزیستانسیالیسم الهادی بیرون اومده هم غیر الهادی بیرون اومده. خب این البته سرنوشت اندیشه هاست و اندیشه‌ای وقتی که مطرح میشه در بازار معرفت خریدانای مختلف داره و بعدم این اندیشه میتواند که چهره های مختلف پیدا بکنه و پیامدهای ناخواسته داشته باشد و دیگه دنبال کلام رو در جای دیگری باید گرفت. خیلی متشکرم. سلام جناب استاد سروش. سلام جانم. بیر خیلی و اولیاء روزگارمون، عدل هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه هرات در افغانستان. هرچند بنابر تسلط طالبان درس ها رخصت هست و من در کابل بسر میبرم، اما افتخار و اقبال شرکت در درس های شما، در درس های علامه اقبال شما را دارم. از یک سال و اندی به این سو اندرانه های شما را گوش میدهم و آثار شما را مطالعه میکنم بدون مبالغه و غلو. آن مطالب با ارزش با صدای دلنواز شما مرا از بسیاری ناامیدی ها به سوی امیدواری ها برد و میبرد و رهگشای راه من است. پدرم نیز از مریدان شماست و شما را همواره یکی از اولیاء الله میدانند و هر بار که نام شما را بر زبان می آورند اشک از چشمانشان جاری می شود. خداوند را شاکریم بابت این نعمت که شما را داریم. شما بدون شک یک روشن فکر روشنگر و مبارز و مصلح دینی هستید که همواره آثار روشن فکران و مبارزان دینی را تفسیر کرده اید و شرح داده اید، خصوصا آثار منظوم این بزرگان ادبیات سرزمین و دین من را. شما از شاه ولی الله دهلوی، سر سید احمد خان هندی، سید جمال الدین افغان، علامه اقبال لاهوری، دکتر شریعتی، شهید متحری، مهندس بازرگان و دیگر روشنفکران و روشنگران مدرن دین اسلام سخن گفتید، اما از علامه شهید سید اسماعیل بلخی که بیش از 14 سال عمرش را در زندان گذراند و اشعار بسیار بلند از خود به جا گذاشته است و بدون شک یک مبارز اصلاح طلب دینی و سیاسی و روشن فکر دینی است نگفته اید. علامه بلخی در اشعارش از مولانا، حافظ و سعدی خیلی تأثیر پذیرفته است. همانطور که فرمودید اشعار علامه اقبال با اشعار مولانا و حافظ پهلو میزند، بدون شک اشعار علامه بلخی نیز با اشعار این بزرگان پهلو میزند. علامه بلخی 17 سال سن داشت که علامه اقبال وفات یافت. خیلی از اشعار ایشان مفقود گردیده، اما یک دیوان شعر از ایشان به جا مانده است که فعلا در دسترس است. شک ندارم که توجه حضرت عالی را جلب می کند و ما منتظریم تا سخنان حکیمانه و نقدهای خردمندانه شما را درباره اشعار این بزرگ گمنام بشنویم. او متاسفانه خیلی ناشناخته مانده است و دلایلش هم خیلی زیاد. سوالم این است که آیا نام علامه شهید بلخی را شنیده اید و اشعارش را خوانده اید؟ و پیشنهادم این است که اگر گستاخی نباشد، که اگر تا هنوز آشنا نشده اید یک بار دیوان اشعار ایشان را مطالعه فرمایید و نظرات گوهربار خود را ابراز فرمایید. از ارادتمندان و مریدان جوان شما از دیار
افغانستان یا خراسان. ببخشید که خیلی طولانی شد. معذرت. متشکرم مدران عزیز، سلامت باشی، ما رو خوشحال کردی. سلام منو به پدر بزرگوارت هم برسان. من دوستان افغان وقتی که میان و صداشون رو میشنوم، واقعا صدای مولانا رو میشنوم. خب همشهری هستید، گرچه مولانا به هر حال تعلق به هیچ خاک ویژه‌ای ندارد و یونیورسال است و جهان وطنی است و از آن همه تاریخ است، از آن همه بشریت است، بالاخره از اون خاک برخواسته که شما برخواسته اید. متاسفانه خب امروز اون دیار شما گرفتار و طعمه، چرس کنم، کسانی شده است که با کمال تأسف نه تنها قدمی به پیش نمیگذارند، این ملت رو و این امت رو دارن به عقب برمیگردانند و خون دلشون امروز لقمه دهانشان است. ما که همه امیدواریم که این بلیه و این مصیبت زمینی، نمیگم آسمانی، از سر افغانیان، هراتیان، کابلیان و بلخیان و دیگران برخیزد و انشالله در سلم و صفا و در آزادی و آبادی ما یکدیگر رو ببینیم، در آغوش بگیریم و به بانگ چنگ بگوییم اون حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش، و تجربه های خودمون رو با یکدیگر قسمت کنیم، سهیم کنیم و آزادانه، بی باک و بدون خوف از نیروهای استبدادی بتوانیم با یکدیگر سخن بگیم، اندیشه هامون رو با هم در میان بگذاریم. از می شود که من البته توفیق نداشتم که علامه بلخی که شما نام بردید آثارش رو بخوانم. همطور که گفتید کمتر شناخته شده است و لذا آثارش به دست من نرسیده. استقبال میکنم از پیشنهاد شما، امیدوارم که بتوانم تهیه کنم، نظر کنم و اگر حقیقتا توانستم و مفید یافتم انشاءالله حداقل دیگران رو ترغیب کنم که آثار او رو هم بخوانند و بهره ببرند. ما اونطور غنی نیستیم که احساس استغنا بکنیم و بگیم که بزرگان خودمون رو یک در میون برمیگیریم و استفاده میکنیم. نه، همشون برای ما عزیزند، همشون عظیمند و باید هر گلی رو در این بوستان بویید و هر کدام رو در جای خود نشاند. بوستان ما به همین گلهای خرد و درشت است که معطر است و مزین است. ممنونم از معرفی شما و امیدوارم وقتی که دسترسی پیدا کردم به این شاعر و متفکر ناشناخته که شما معرفی کردید، انشاءالله در اینجا شطری و شرحی درباره او بگویم. خیلی متشکر. سلام آقای دکتر، خیلی متشکر. غزل زیبایی بود، طبق معمول این غزلاتی که ارائه میکنید. من یه سوالی که داشتم راجع به همون بیت که نظر به خویش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست، یه جورایی تضاد داره با اون چیزی که انگار هدف ما تو زندگی قراره باشه و مثلا حالا قبول که آدمیتمون قراره خیلی شکوفا بشه و اینها، ولی خب اینکه حالا دیگه یه هایی دیگه فرصت تماشا نداشته باشیم خیلی شاید جالب نباشه. ولی یه کمی بیت بعدیشو که مثلا گفته که بیا که قلقله در شهر دل بران فکنیم، فکرم شاید مثلا یه جورایی، شاید نمیدونم، حالا شاید حرفم درست نباشه، گفتم حالا به شما بگم، شاید مثلا مفهوم یکم شبیه اتحاد مثلا یه جوری میده که مثلا وقتی که آدم خودش دیگه خیلی شکوفا بشه یه جورایی با محبوب یه جوری یکی میشه و دلبر و دلدار یکی یه جور میشن. نمیدونم. خیلی من حالا ببینید، من قبول دارم اون بیت نظر به خویشتن بستم یه نوع مبالغه شاعرانه در اوست، ولی اقبال از این مبالغه شاعرانه منظوری داره، یعنی میخواد نکته خودش رو در اون قوی ترین شکل خودش برسونه. میگه من اونقدر خودم برای خودم مطرحم که دیگه به هیچ کسی دیگه محل نمیگذارم. نظر به خویش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. بله، این یه مقداری به نظر مبالغه میاد که خب پس یعنی چی؟ یعنی خودمون محور خودمون و دور خودمون بچرخیم.
این البته ما وقتی که به سراسر ابیات اقبال مراجعه میکنیم و مجموع مکتب و منظومه فکری او رو میبینیم، البته منظور این نیست که ما خودمحور و خودمدار باشیم، اما در واقع منظورش اینه که من خودم میتونم جهان رو پر کنم ولذا جا برای کسی دیگری نمونه، و این جلوه دوست که جهان رو گرفته مرا فرصت تماشا نیست. یا به تعبیر دیگه اگر بخوایم قدر اینو عرفانی ترش بکنیم، من اگر به خودم برگردم و خودم رو تماشا کنم، جلوه دوست رو هم در خودم تماشا خواهم کرد، لازم نیست بیرون از خودم برم و او رو ببینم. اگر اینطوری تعبیر کنیم که تعبیر لطیف‌تری است، اونگاه شاید اون تناقض هم برخیزد. اما این بیت بعدی که بیا که قلقله در شهر دلبران فکنیم، نه، من فکر میکنم این تقریبا یه جور بازخوانی و بازگویی همون بیت مولاناست که دیده ی عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوان است، که تا نازی کنیم اونجا و بازاری نهیم اونجا، که تا دلها خنک گردد که دلها سخت بریان است. میگه بریم تو شهر معشوقان، تو شهر عاشقان نمانیم، عاشقان همه نیازند، ما معشوق معشوقانه ناز میکنیم، ناز میفروشیم، فخر میفروشیم، دلبری میکنیم، تازه از دلبران هم دلبری میکنیم، یعنی در اون اوج و قله معشوقی مینشینیم. و بازم میبینید تمامش مفاهیم حماسی است و مفاهیمی است که از دل او شکوه برمیخیزد. بله، خیلی متشکر. آقای بفرمایید. سلام و عرض ادب. سلام جانم. اولا میخواستم که سال روز تولد شما را تبریک بگویم. میدانم که وقت خیلی کوتاه است و امیدوار هستم که بتوانم سوال خود را خیلی کوتاه مطرح بکنم، و حقیقتا این سوال من مرتبط به یکی از بحث‌های شما فکر میکنم سالها پیش، که همچنان هم ویدیوهای در یوتیوب باشه هست، در مورد اندیشه های اقبال لاهوری در مورد معاد بود، و اینکه من فکر کنم این را در دروس مثنوی معنوی هم اشاره فرمودید، که یعنی مولانا هم به این شاید به این عقیده بوده اگر اشتباه نکنم، که هر کسی سزاوار رستاخیز شاید نمیتونه باشه، یا هم یعنی میخواستم، گرچه که این سوال شاید خیلی وقت زیاد را بگیره تا شاید یک جلسه ایره، ولی میخواستم کوتاه خیلی بشنوم از شما که این یعنی به فکر من یکی از اندیشه های است که شاید یعنی چی میگن سیمیلر باشه بین اقبال لاهوری و مولانا وقتی که به معاد میاندیشیدن، و یا هم همین که یعنی شخص باید به بلوغ روحی یا معنوی برسه که سزاوار به رستاخیز یا جزای در قیامت باشه. خب با تشکر. اصلا هدف و مقصود اصلی من این بود که با شما هم سخن شوم. سوال این سوال فقط یک بهانه ای بود. متشکرم. نه، بهانه لازم نداره. گفت تو خود بهانه خیشی، پی بهانه مگرد. همین که تشریف دارید و به سخن ما گوش میدین، دیگه حرف بزنید، سخن بگید، منم دوست دارم. بسیار متشکرم. بله، مخصوصا از این مستمعان جوان خیلی من به وجد میام. ببینید سوالی که میکنید سوال عمیقی است. بله، این حرف از اقبال است و من در درسای اقبال فیلسوف و همچنین در شرح احیای فکر دینی اقبال این رو مطرح کردم، و این یکی از تفاوت‌های بین اقبال و مولاناست. من از مولانا جایی به یاد نمیارم که چنین مضمونی و چنین مفهومی رو مطرح کرده باشه. مولانا در مسئله معاد تقریبا پیرو اندیشه سنتی است، یعنی همینی که در شرع آمده که همه محشور خواهند شد و بدان به جهنم میرن و نیکان به بهشت میرن و الی آخر. البته برای خودش یه آرایی در باب جهنم داره، در باب اینکه سوختن در جهنم به چه معناست،
و به تعبیر مولانا نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست، پوست ها می سوزن، مغزها نمی سوزن و زنگارها از میان برداشته می شوند، اون گوهرها و اون مغزها در درون اونها سالم می مونن و امثال اینها. خب نکاتی برای خودش مولانا داره، اما این حرف رو نداره که اقبال میگه. اقبال همطور که شما اشاره کردید میگه که رستاخیز موهبتی نیست که نصیب هر کسی بشه، یعنی نه هر کسی میمیره دوباره زنده خواهد شد، مثلا همه کس لیاقت دوباره زنده شدن نداره، بعضیا میمیرن برای همیشه میمیرن و حشری ندارن. او با اون خلاصه اندیشه های فلسفی خودش به اینجا رسیده و تازه اینکه اون حشرشون هم به چه معناست، این دوباره زنده شدنشون هم به چه معناست، اونم باز اقبال خیلی سنتی فکر نمی کنه. اما اینکه همگان زنده نمی شوند و رستاخیز ندارن و این نعمتی یا موهبتی است که نصیب همه کس نمی شود، آره این صراحت قول جناب اقبال است. خب با ظواهر شرع البته مناسبت نداره. من در بعضی درس‌های دیگر هم گفته بودم که مدلول و مقتضای سخن پاره از حکیمان ما هم در گذشته همین بود، گرچه که به او تصریح نمی کردن، می گفتن که اون نفس ناطقه زنده می شود، یعنی باقی می ماند که در اثر بقا در یه عالم دیگری دوباره ظاهر می شود، ولی می گفتن همه کس نفس ناطقه نداره. معتقد بودن که خیلی ها هستن که اینا در مرتبه حیوانیت و مرتبه خیال به قول اونا باقی موندن و مرتبه عقل نرسیدن و لذا مثل حشرات، مثل گیاهان اینا میان و یه حیاتی دارند و بعدش هم تمام میشه، تجزیه میشن و از میان میرن. خب این مقتضای فلسفه فیلسوفان بود، ولی خودشون تصریح نمی کردن، که نمی گفتن همه کس حشری نداره. حالا من فکر می کنم مرحوم اقبال اینا رو دیده بود، خودش هم اندیشیده بود. شما باید مراجعه کنید به نمیدونم فصل چندم از کتاب احیای فکر دینی است، در اونجا بخونید دیگه، ببینید که خود او از چه مسیری عبور می کند که به اینجا می رسه. اما حقیقت این است که من چنین رأیی و چنین فکری رو در آثار تنها مولانا ندیدم، میتونم بگم در آثار هیچ یک از متفکرین اسلامی ندیدم به این صراحت و این خاص جناب اقبال لاهوری است رحمت الله علیه. خیلی متشکرم آقای دکتر. دیگه فکر کنم به انتهای جلسه هم رسیدیم. هم از شما خیلی تشکر میکنم، هم از دوستانی که در جلسه هستن، مخصوصا دوستانی که تازه قبلا ما در جلسات نداشتیمشون، خوش آمد بهشون میگیم. انشالله که هرچه بیشتر دوستان جوان و دوستان جدید رو در جلسه داشته باشیم. دوستان فراموش نکنید یک شنبه هم جلسه شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر در ICCNC به صورت حضوری اجرا میشه، البته روزوم هم پخش خواهد شد و اطلاعاتش رو از روی سایت ICCNC میتونید دریافت کنید، هم تلگرام هم سایت. خیلی ممنون، خسته نباشین، شب شکرم، همه رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و خدا نگهدار.